بازم خوش آمدین دوستان عزیز. برنامه افطاری است، فراموش نکنین. به خاطر ویروس کرونا حفظ صحتتان خیلی زیاد مراعات بکنین، متوجه خودتان و خانواده هایتان باشین. خب دوستان عزیز، قسمی که شما در جریان هستین، ما مساعدت امسال به خانواده های سربازان قهرمان اردوی ملی اختصاص دادیم. کسایی که در امی اواخر، در امی سالهای آخر جانشان به خاطر ما و شما، به خاطر خاک و وطن از دست دادن و خودشان فدا کردن، که ما معذف هستیم که ما از خانواده هایشان قدردانی بکنیم. بله، اگر دوستان شما موافق باشین، مامان صاحب شما هم که با نخستین خانواده امشب ما آشنا شویم که خانواده ناصرخان هستند. پس بیاین که این بسته تصویری رو با هم ببینیم. زما زوی چه ناصرخان نومیدو، دی کمانډو کې شهید شوی دی د سنبلې په دویم ورځ، او تقریبا یوولس کال وظیفه اجرا کړی دی. ملي اردو کې ضربتی کی او آخري په کمانډو کې وکنه. پوهېږه تم پوهېږې زه هم پوهېږم، نو یو ځلې ځوان لاړ شي نور ما ته دا دنیا نه ښکارېدل. خراباتی ہوگا نا ہر شاستا یو شیور کا بل شیور کا چی یتیم بلی دل بوٹان میں ورتا آخر سال دغا با کول ما بے والا کا تم دغا بھائی یتیمانان با انزما زیر سوزی. ناصر خان چھو وادو کنو دری زامنی شوی دی کنو دری زامنی دی مشومان دی وڑا دی تکلیف دادی چھو بس دشا خبره نو چشی ته مونږ نرسی گو یو راځي چپلی راته والو بل راځي بابا دا راته راګه دا راګه دا راګه دا لګ چې دی دی یو ورځی نا دکان کې ناسی مګه نا امدا سندری وای پلار می چوشو ګنا مال پلار دې راځي امدا خور کې وای یو دم ویل وای لا را نه لاړې ناصر هاړه دی. دوستانو د شهید ناصر خان د کورنۍ سره آشنا سولو، او همدا چې به د شهید ناصر خان پلار غلام محمد زموږ سره په استودیو کې دی. غلام محمد ته خراغلاست وایو. خراغلی ستړی مشه غلام محمد جان. ژوند دې ته څنګه یې؟ هی جوړې سلامت اوسې. تاسو د کوم ځای نه راغلی یاستې؟ زه د درې نور د خلشهید بونتا بازار نه. ډیر لې څو اولادونه تاسو لرئ؟ زما پنځه اولادونه وو، یو شهید چو سلور پا دیدی ماشومان دی آغم. ناصر خان ازدواج کرده بودند، فلک های شانه هستن با شما؟ کوزده واده کرده و؟ واده اتا کالی که چه واده دقیقی که بودا میدان ورده که و میلیر دو که و چه ما آخری کالی و ما واده ورده وکرده دری کال حالت وزیبه یکو بیراغ کابل تا ضربتیان ہوتا دلتا یوزلی دری کالی پوری کل بیخرا دادی وکو چھ بیا خرا داتی وکو بیا کمنڈو تو وے ما تو زنگی ورے وے کمنڈو تا او تم کنا مال پیر راز جی پولیس کی دے داخل کم نہ وے یو کمنڈو وے لس پولیسان وے نہ برابر یی زو وے کمنڈو کی جان دا ما ز داخلے کا تقریبا ڈیر مدو کو کمنڈو کی وے اخر پچھا کولس والے کے دی میدان شہر کی ولے جیدن پاوان دس بالمی کی چھ پرتاس بند ڈیر زیاد گرانا مو ڈیر داسی مو یادی کی وس ډېر کور کې اداسي دی چې بس همدا مورې خورګانې ټول همداسې ورپسې دغه دي. دا څه کار کوئ اوس تاسو؟ ولا څه هم نه کوم، هسې پاپړ ماپړ مې ایښې دي دی یو دکان کې، بس هماغه خرڅوم پاپړې خرڅومو، بس هغه الګان خوا کې مې ناسي وړم ماشومان ګټې خوا هغه الګانو ته ورکوم هغه ماشومانو ته. درې الګانې دي که نه، کوم جاول اخلي کوم پاپړ اخلي کوم دغه اخلي هماغې ته ورکوم، بس مقصد الکان ساتم هماغه. ما مصروف نگاه میکنین. شما هیچ جگرخون نباشین، هیچ ناراحت نباشین، فرزند شما قهرمان است. قهرمان تنها به خانواده شما نه، برای تمام مردم خود و او یک افتخار است. خداوند روحش شاد داشته باشه و ما برش همیشه افتخار میکنیم. دوستا باید بگویم که
برادر خانم منیره یوسفزاده هم تقریبا یک سال قبل به شهادت رسیدند به نام یاسین. میخوایم خانم یوسفزاده بر ما بگوین که بر سر خانواده شهید چی میآید و از لحاظ روحی بر سر از اونا چی میگذره؟ شما بهتر درک میکنید که ما مثلا پیشینم در مورد این صحبت بکنیم. مثلا می پدر جان ما هستن، اینا یک قهرمان هستن، خودشان یک کتاب درس هستن اصلا برای همه ما. واقعا خیلی دردناک است. درک کرده میتونم که هر پدر و مادری که فرزندشان از دست میتن، فراموش کردن او فرزند کار آسان نیست و هیچگاه فراموش نمیشه. او درد و احساس هیچ کس بیان کرده نمیتونه. دقیقا به خاطری که کسی که راه درای وطن جانش میتن، او هیچ چیز دیگه را نمیبینه. امو لحظه که شما خبر شهادت برادرتون نشونیدین، امو لحظه را بیاد دارین خانم یوسفزاده؟ دقیقاً، چون سه روز اونا زخمی بودن، متاسفانه به خاطر شرایط جنگ ما نتونستیم او رو انتقال بدیم و چون تنها کسی که با ما در ارتباط بود برادرم در حالت زخمی با ما بود. در کجا بودن اونا؟ در بالا مرغاب بادغیس. بنان ای که ما مثلا چون از مادرم پنهان کردم، از خانمش پنهان کردیم موضوع، اما وقتی که شفاخانه آوردن فقط تونست با ما صحبت بکنه و بعد شهید شدم. اونا هم جز قطعه خاص بودن، یعنی کماندو بودن، عین چیزی که شهید ما بودن. پدر جان ما امثال یاسین زیاد است، امثال یاسین، امثال مادر ما، امثال ما بسیار زیادتر است و دردناکتر زندگی دارن. برادر ما یک طفل داشت، اما چیزی که پدر ما میگن در وضعیت بسیار بدی اولاداش قرار داره. بنان آن چیزی رو که شما انجام دادن ما هیچ وقت نمیتونیم جبران بکنیم کاکو جان، و آن چیزی که امروز ما برنامه داریم این ترحم نیست، این فقط بدون شک این فقط قدردانی از زحمات اینا هست. افتخار ما هستن دوستا. این هم قصه های است از امو قسمت های نانوشته جنگ که واقعا خیلی زیاد دردناک است. روح تمام شهدای راه آزادی شاد باشه و حال هم ما میخوایم امو کمکار اعلان بکنم که امشب قرار است که امرای پدر شهید ناصر خان مساعدت شوم. اسامی کمک کنندگان و مبلغ پولی که امروز مساعدت میشه: بنیاد خیریه اجمل رحمانی، روزانه 100 هزار افغانی تا ختم رمضان. الهاج حبیب الله پیرزاده، رئیس کمپانی های ACCL International، روزانه 5 هزار افغانی تا ختم رمضان. از طرف ماماگل تجار ملی، روزانه 500 دلار تا ختم رمضان. رهبری شرکت اورنج لیف موبایل، رحمت الله امیری و هاشم امیری، مبلغ 33440 افغانی تا 20 رمضان. بنیاد خیریه اتاق تجارت بین المللی افغانستان، روزانه 10000 افغانی تا ختم رمضان. از طرف یک فامیل افغان مقیم خارج، روزانه 12000 افغانی تا ختم رمضان. کاموال صاحب 150000 افغانی به برنامه فرستادن، سهم امشب 10000 افغانی. خواهر ما پروین پشتونوار از شهر لس آنجلس آمریکا، روزانه 5000 افغانی تا ختم رمضان. عالم شاه نظری و خانمشان بی بی آجی از فرانکفورت آلمان تا ختم رمضان، روزانه 5000 افغانی. خانواده حاجی الکوزی از کانادا، روزانه 5000 افغانی از ختم تا ختم رمضان. بنیاد خیریه بشیری، روزانه 5000 افغانی تا ختم رمضان. خانواده دکتر خطاب 5000 افغانی. شرکت تجارتی عارف وسیر لیمیتد 2900 دلار فرستادن، سهم امشب 100 دلار. بی حاجی عزیزه کاظمی و دوستانش از شهر ونکوور کانادا 51731 افغانی به برنامه فرستادند، سهم امشب 11731 افغانی. مشگان حسینی از فرانکفورت جرمنی 4000 افغانی. محمد قاسم امینی و جمشید امینی 101000 افغانی به برنامه فرستادن، سهم امشب 6000 افغانی. بنیاد خیریه وحدت و الهاج توفیق وحدت، نماینده کابل در ولسی جرگه، 140000 افغانی به برنامه فرستادن، سهم امشب 20000 افغانی. داوود قندزی از جرمنی 150000 افغانی به برنامه فرستادن، سهم امشب 10000 افغانی. حاجی صاحب همکار 30000 افغانی به برنامه فرستادن، سهم امشب 5000 افغانی. و از آمریکای جنوبی 1400 دلار به برنامه فرستادن، سهم امشب 50 دلار. مجموع پول کمک امروز ما 295171 افغانی و 650 دلار است که چون ما در هر خانواده، در هر برنامه دو خانواده را می داشته باشیم، این دو تقسیم میشه و سهم پدر شهید
ناصر خان 148,586 افغانی و 325 دلار است. وقت ما هم تمام شده و این پول می خواهیم به خانم ایسرزاده بتیم تا برای پدر شهید ناصر خان اهدا کنند و خانم یوسفزاده یک مبلغ از طرف خود به این پول اضافه کردند. از طرف من خدمت شما و یوم خدمت شما. خداوند صبرتان بده. بسیار تشکر. بفرمایید. عزیزا وقفه داریم و لحظات کمی به افطار است.